سلام، امروز میخوام چند تا نکته طلایی در مورد کولر گرفتن رو بهت بگم که عمر سیستم کولر رو بالا ببری و بعضی از باورهای غلط در مورد کولر گرفتن رو از بین ببری. من محمد هستم و اینجا کانال مکانیک شو است. اگر کانال من رو سابسکرایب نداری خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنی و اون زنگوله کنارش رو فعال کنی تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشی. اولین نکته در مورد کولر گیری این هست که خیلی از بچه ها سوال میپرسن چه موقع کولر بگیریم اوکی هست و خوبه. دقت کنید که داشبورد ماشین شما از مواد شیمیایی فراوانی تشکیل شده. زمانی که مدام توی آفتابه و در معرض نور مستقیم آفتابه، این داشبورد یه سری گازها از خودش تولید میکنه که حتی نفس کشیدن توی اون هوا برای ریه ها و مغز مضره، حتی یک ثانیهش هم مضره. باید ماشین رو سوار بشید، شیشه ها رو تا ته بکشید پایین و یه مسافتی رو طی کنید زیر 1 کیلومتر و کولرگیری رو بعد از این مرحله انجام بدید. اما نکته دوم، یه اشتباهی و یه دیدگاه بدی توی ذهن همه ما هست که برای کولر گرفتن کلاچ رو باید بگیریم یا سرعت پایین باشه، که کاملا اشتباهه. سیستم گیربوکس و کلاچ سمت چپ موتور قرار داره و کولر سمت راست موتور قرار داره و هیچ ربطی به هم نداره. یه مورد دیگه که خیلی پیش میاد و میگن که سرعت باید کم باشه، که اینم ربطی نداره. اما چرا این حرف رو میزنن؟ توی کمپرسور کولر یه سری پیستون وجود داره که گاز کولر رو در اثر یه سری فرایند چرخشی به گردش در میاره. توی ماشین های قدیمی وقتی که توی سرعت بالا کولر می گرفتن، یه دفعه کمپرسور کولر وارد مدار می شده و پیستون های توی کمپرسور کولر کج می شده. اما توی خودروهای جدید و خودروهای امروزی تمام کمپرسور های کولر مجهز شدن به یک کلاچ که بهش میگن کلاچ کمپرسور کولر. این کلاچ چی هست و کارش چیه؟ وقتی شما توی سرعت های بالا، مثلا 200 تا 180 تا بالای 80 تا هستید، این کلاچ کمپرسور کولر عمل نمیکنه و کمپرسور رو نمیارتش توی مدار. برای همون قضیه که دور موتور ماشین بالا هست و سرعت داره، برای اینکه پیستونا کج نشه اومدن این کلاچ رو براش گذاشتن که زمانی که سرعت ماشین کم باشه این کلاچ عمل کنه و اون سیستم کمپرسور وارد مدار بشه. حالا یه سری سوال میشه که خب پس زمانی که ما کولر رو روشن میکنیم این باد کولر چجوری میاد تو؟ بخشی از این هوای سردی که داره میاد در اثر راه رفتن همون گاز کولر هست که توی سیستم جریان داره. کمپرسور کولر فقط میاد یه مقداری فشرده ترش میکنه و فعال ترش میکنه و اون کلاچ وقتی شما مدام که نمیتونی که توی سرعتهای بالا رانندگی کنی، مجبوری بعضی جاها به خاطر شرایط جاده یا شرایط جسمی خودت بزنی کنار، این کلاچ شروع به گرفتن و قطع کردن میکنه، هی میگیره هی ویل میکنه و یکسره نیست که شما بگی همش کمپرسور توی مداره. پس یکی از دلایلش این شد که اون پیستونای توی کمپرسور کج نشه. مورد بعدی، اومدن بررسی کردن دیدن که کمپرسور کولر زمانی که فعال هست 5 اسب بخار نیرو از موتور میگیره. اومدن یه سری بررسی دیگه انجام دادن، گفتن خب ما توی دورهای بالا تمام توان موتور رو نیاز داریم، تمام برق موتور، تمام سوخت موتور و تمام نیروی چرخشی موتور رو ما لازم داریم. اگر کمپرسور کولر بیاد توی دور بالا عمل بکنه 5 اسب بخار از ماشین میگیره. و توی ماشین های ایرانی 2 دلیل داره که زمانی که توی دورهای بالا معمولا کولرگیری انجام میشه ماشین یه تقه میزنه. نصف علتش برمیگرده به این که ماشین اتصال منفی درستی نداره و بخشی از اون برمیگرده به همین افت قدرت که یه لحظه کلاچ درگیر میشه و موتور ما نزدیک به 5 اسب بخار افت پیدا میکنه. و این باور که میگن که کلاچ بگیرید یا توی سرعتهای پایین بگیرید کلن رد میشه. تا زمانی که اون کلاچ عمل کنه این قضیه ها و این باورها کلن رده. فقط توی این فرایند که میگن توی دور پایین کولر بگیرید، خود شما کمک میکنی به اون کمپرسور کولر
که زودتر وارد مدار بشه. اما مورد سوم که خیلی میبینیم توی تابستون واقعا خیلی پیش میاد، این که طرف میاد و زمانی که توی ماشین نشسته، درست حالا هوا گرمه، دور فن رو و دور کولر رو میذاره، مثلا اگر پژو رو بخوام مثال بزنم میذاره روی 4 یا همون سطح مکسش. توی همچین حالتی توی ماشین های ایرانی فقط اون موتور تهویه صدا فقط تولید میکنه و هیچ هوای خنکی وارد کابین ماشین نمیشه، برای اینکه سریع خنک بشه داخل ماشین و اینکه همش هوای خنک در اختیارمون باشه، نهایت که خیلی دیگه گرم باشه روی 3 بذارید، روی 2 یا 3، بیشتر از این نره، چون که واقعا صدا تولید میکنه و هیچ مزایایی نداره. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خلاق و پر انرژی باشید.